بعد از هر دوشش باید به صورت کامل تمیز بشه و اینکه حتی اگر قراره به یک دام دیگه هم متصل بشه، بهترینه که این تمیز شدن و بهداشت شدن توش رعایت بشه. علاوه بر اون، ماشین شیردوشی باید دوشش رو به صورتی انجام بده که نه خیلی فشار به پستان دام بیاره و نه اینکه این عمل رو با فشار کم انجام بده. چون اگر با فشار کم انجام بده، مدت زمان زیادی طول میکشه تا شیر از پستان دام خارج بشه و در نتیجه اون هورمونی که قبلا روش صحبت کردیم، هورمون اکسیتوسین، اثر خودش رو از دست خواهد داد و دیگه دام تمایلی به دوشش از خودش نشون نمیده. و اگر که شدت دوشش خیلی خیلی زیاد باشه، امکان داره که به مورک های پستان دام آسیب وارد بشه و یه مقدار خون وارد شیر بشه. ما این دو مورد رو توی شیر دوشی به صورت دستی کمتر مشاهده میکنیم. ظروف شیر دوشی که خب اهمیت خیلی خیلی والایی دارن. ظروف شیر میتونه همون ظروفی که دامدار شیر رو توش توی مراحل ابتدایی نگه میداره باشه، مثل بیتون ها، یا اینکه حتی خود ماشین شیر دوشی میتونه یک ظروف شیر دوشی به حساب بیاد. توی جوامع پیشرفته این ظروف شیر دوشی رو به صورت کاملا بهداشتی نگه میدارن و بعد از اینکه شیر از داخل ظروف تخلیه شد، سعی میکنن که هیچ مقدار شیری داخل این ظروف وجود نداشته باشه، چون که میدونن اگر شیری داخل این ظروف وجود داشته باشه، بهداشت شیر رو توی مراحل بعدی کاهش خواهد داد. اینجا یک نکته ای رو برای شما باز بکنم که به اصطلاح میگن شیر تا وقتی که داخل پستان دام هست، اگر دام 100% سالم باشه، شیر هم حالت استریل رو داره. و چه وقت شیر دچار آلودگی میشه؟ از زمانی که از پستان دام خارج میشه، حالا به وسیله ماشین شیردوشی، به وسیله روش دستی، وارد ظروف شیردوشی میشه و توی حمل و نقل ما مشاهده میکنیم که این شیر از حالت استریل خارج میشه و دچار میکروارگانیسم های مختلف خواهد شد. پس اینجا ما باید دقت داشته باشیم که بعضی از جوامع پیشرفته اجازه نمیدن بعد از اینکه شیر از پستان دام خارج شد، هیچ مقدار آلودگی رو به خودش ببینه. چون که اگر این آلودگی رو توی مراحل پس از دوشش ما وارد شیر نکنیم، ما مشاهده خواهیم کرد که دیگه شیر نیاز به فراوری بعد از اون نخواهد داشت و میتونیم ما شیر رو به همین شکل که دوشیده شده بسته‌بندی کنیم و در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، که انشاءالله من در قسمت‌های بعدی اهمیت این مطلب رو بیشتر برای شما باز خواهم کرد. اما توی بحث دوشش و بهداشت اون، صاف کردن شیر رو داریم. معمولا دیده میشه که یه مقدار عناصر خارجی وارد شیر شده که خب به وسیله یک پارچه بعد این شیر صاف بشه و بعد از اون معمولا سرد کردن شیر، که خب چون دامدار شیری که از دو بعد دوشیده میشه رو میخواد به صورت یک جا به کارخونه حمل بکنه، سعی میکنه که یک چند ساعتی اون رو به صورت سرد نگه داره، که معمولا اینجا میان از مخازن یخچالدار استفاده میکنن. دمای سرد کردن رو دمای 4 درجه سانتیگراد در نظر میگیرن که دمای مناسبی هست. دمای بالاتر موجب آسیب های میکروبی میشه و دمای پایین تر امکان داره که موجب انجماد شیر بشه، که هر دو حالت نامناسبی رو خواهند داشت. اما آب مورد استفاده در دامداری ها یکی دیگه از شاخص های دوشش مناسب و بهداشت اون به حساب میاد. آبی که ما میخوایم استفاده کنیم باید یک آب کاملا بهداشتی باشه و با آبی که به مصرف خودمون یعنی انسان ها میرسه هیچ تفاوتی نکنه. چرا اینکه شما میاید از این آب برای شستشوی ظروف استفاده میکنید که خب مستقیما در تماس با شیر خواهد بود، یا اینکه شما میاید از این آب برای شستشوی پستان استفاده میکنید که خب اون هم به نوعی شیر در معرضش قرار خواهد گرفت. علل لزوم رعایت دوشش صحیح، چرا ما باید این مواردی که حالا میخوایم روش صحبت بکنیم رو رعایت بکنیم؟ اول اینکه به پستانهای گاو نباید هیچ آسیبی بره. Buộc là ai thay nhỏ nhỏ ra nó bắt đầu là cơ cuốn thành buộc là ai đây các bạn này đấy, đây là những bông hoa đẹp này. Đấy, những bông hoa đẹp các bạn, bông hoa xem cạn rất là đẹp các bạn nha. Đây.
Muốn quay cái cảnh ngày đầu nhưng mà quay mình ngại đó. Ngại đi mình á. Hả? Thế bây giờ đến quay trên bờ sông rồi thì mọi người đã đến.